دوستان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. به برنامه نان روزانه خوش آمدید. خدا را سپاس می‌گیم برای فیض و جلالش، برای رحمتهاش که خداوند به ما هر روز رحمت میده. امروز عزیزان از مزامیر باب 92 می‌خوایم بخونیم راجع به روز ایدئال. بین بامدادان و شبانگاهان چه اتفاقی می‌افته؟ در آیه 1 و 2 می‌خونیم، میگه خداوند را حمد گفتن نیکوست و به نام تو تسبیح خواندن ای حضرت اعلی. بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و در هر شب امانت تو را. این چیزیه که باید هر روز در زندگی خودمون انجام بدیم. میگه که بامدادان رحمت تو را اعلام خواهم کرد، یعنی هر بامداد صبح که بیدار میشیم از خواب باید به یاد رحمت خدا باشیم، بدونیم که خداوند دوستمون داره. بیدار نشید نگید که باز یه روز دیگه شروع شد، یه روز خسته کننده دیگه، باید برم سر کار، هزار تا مشکلات هستش، مشغله فلان. نه، اینجوری نگید. بگید که خداوند امروزم منو دوست داره، عیسی مسیح منو دوست داشت که فدای گناهان من شد روی صلیب، پس امروز منم دوست داره خداوند، رحمت‌های خداوند امروز هم شامل حال من خواهد بود، میدونم که خداوند با من خواهد بود امروز، پس نیاز نیست که نگران باشم امروز و زندگی منو حتما در دست خواهد گرفت امروز خداوند. پس بامدادان که بیدار میشیم به یاد رحمت خدا باشیم و در طی روز از خداوند شکرگزاری کنیم. میگه خداوند را حمد گفتن نیکوست و به نام تو تسبیح خواندن ای حضرت اعلی. تمام دلیل هایی که باید از خداوند شکرگزاری کنیم باید پیدا کنیم و توی کاغذی بنویسیم. چرا باید شکرگزار خداوند باشیم؟ حتی برای چیزهای کوچیک هم باید از خداوند شکرگزاری کنیم. به عنوان مثال میریم ماشینمون رو میخوام یه جای پارک کنیم، دنبال جای پارک میگردیم و باید موقعی که خداوند به ما یه جای پارک پیدا میکنه میتونیم ماشینمون رو پارک کنیم، برای اون جای پارک نیز باید شکرگزاری کنیم. برای صبحونه، برای نهار باید شکرگزاری کنیم. برای تماس تلفنی که دوستانمون به ما زنگ میزنن شکرگزاری کنیم. برای همه چیز باید شکرگزاری کنیم و در آخر روز وفاداری خداوند را به یاد آورید. هر بامدادان ما رحمت خدا را طلب میکنیم، در طی روز ما شکرگزاری میکنیم و رحمت خداوند را تجربه میکنیم و در آخر روز در شامگاهان باید مرور کنیم توی ذهنمون، ببینیم خداوند چجوری به ما رحمتش رو صادر کرد و میتونیم مرور کنیم و بگیم که خداوند امروزم رحمت شامل حال من بود، خداوند امروزم دعای منو مستجاب کرد و زندگی منو در دست گرفت. و موقعی که رحمت‌های خداوند رو مرور کردیم، به یاد انداختیم، میتونیم سپاسگزاری کنیم از خداوند و بگیم که وفاداری تو چه عظیم است خداوندا، تو چقدر خدای رحیم هستی که وفاداری، که امروزم به من غذا دادی، به من پوشاک، به من اون چیزایی که نیاز داشتم دادی خداوندا. هر روز مشکلات و چالش‌ها و برکات خودش رو به همراه داره، فراز نشیب داره زندگی و باید هر روز شکرگزار خداوند باشیم و طوری که روزمون رو شروع می‌کنیم و به پایان می‌رسونیم نشون میده که چجوری اون روز زندگی خواهیم کرد. پس بیایید با رحمت‌های خداوند بیدار بشیم، به یاد رحمت خدا باشیم و طی روز شکرگزاری کنیم از خداوند و در پایان روز به یاد وفاداری و رحمت خداوند باشیم. این نوع تفکر در زندگی روز ایدئالی رو به وجود خواهد آورد و شما میتونید واقعا از روزتون، از زندگیتون لذت ببرید. بیاید دعا کنیم و خاتمه بدیم. پدر آسمانی، تو رو سپاس میگیم برای امروز. خداوند به یاد رحمت تو میخوایم روزمون رو شروع کنیم. خداوند که تو وفادار هستی، نیازهای ما رو برآورده میکنی. خداوند امروز رو میسپاریم دستان تو که تو هدایت کنی و خداوند و کمک کن در آخر روزم در شامگاهان بتونیم به یاد رحمت‌های تو روزمون رو به پایان برسونیم و شکرگزاری کنیم از وفاداری و رحمت تو ای پدر، تا بتونیم روز ایدئالی رو داشته باشیم. در نام عیسی مسیح، آمین.